که با عرض سلام و شب عصب بخیر به همه رفقا و دوستانی که هستن امشب ما اون سلسل بحثایی رو که بعدش رو داده بودیم آغاز میکنیم یعنی بررسی نوشته مارکس جبون و آشنا شدن با چگونگی شکیری اندیشه های مارکس روز چند تا متن اصلی می خواهیم تکیه کنیم ولی خب این وسط متون دیگم مورد بحث قرار خواهد گرفت امشب به صلاح به یکی از مهمترینشون میپردازیم. اونم نقد مارکس به فلسفه حق هگل رفیقمون کامیز سکاین رو به عهده گرفتن که معرفی کنن همراه با مقاله سر مسئله یهود تحت عنوان نقدی به فلسفه دولت مدرن هیگن امشب بحث اولشون رو شروع میکنن امیدوارم بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم و از رفقایی که هستنم هم به صدا تشکر میکنم که حاضر شدن در این جلسه و جلسه خوبی داشته باشیم رفیق میزه اگر موافقین و آماده این شروع کنیم چشم خیلی ممنون ام ای که فکر میکنم خیلی مهمه اینه که ببینیم اصلا چرا ما با این مسئله با کتاب نقد فلسفه حق هگل مال مارس شروع میکنیم خب میشه گفت این اولین اثر تئوری که دقیق مارکسه که تقریبا توی اون پروژه آینده خودشو همه همه نکاتشو ادرس کرده یعنی شما وقتی نگاه میکنید به مباحثی که تو این کتاب مطرحه نقد فلسفه اسپکولاتیو هست یعنی نقد متدولوژی که بعدا معتقد میشه که این متدولوژی اسمش ایدئولوژی شعور کاذبه متدولوژی بررسی نهادها و مؤسسات اجتماعی و زندگی فردی نقد اون میکنه بهش میگه نقد فلسفه این نکته رو داره نقد مالکیت خصوصی رو داره نقد عمیق مالکیت خصوصی یعنی بحث میکنه که مالکیت خصوصی چیه چرا مظهر بیگانگی انسان از هستی خودش نقد حقوق داره به عنوان شکل از خود بیگانه ارتباط انسان ها با همدیگه که خاص جامعه سرمایه داریه به دقت این قضیه رو بررسی میکنه که چرا حقوق خاص جامعه سرمایه داریه دستاوردش چیه نکته منفیش چیه و چرا به بنبست میرسه یعنی ادعای حقوق مبنی بر اینی که میتونه انسانو به سطح یونیورسال ارتقا بده و یه نوعی از آزادی رو بیاره که در اون انسان میتونه در واقع وجود متعالی خودش رو تحقق بده این ادعا کاذبه و چرا و چرا عملی نیست و چرا در واقع این ورژن بورژوایی برخورد به آزادی و برابری بنابراین نقد به حقوقه نقد به دولت صرفا سیاسی یعنی دولت جدا از جامعه مدنیه که بازم خاص سرمایه‌داری و مارکس خیلی دقیق این نکته رو دیده و برای ما توضیح میده تو اینجا تفاوت جامعه سرمایهداری و جامعه ماقبل سرمایهداری رو توضیح میده که چطور تو جامعه ماقبل سرمایهداری ما امتیاز داریم نه حقوق و هنوز یه نوعی از کلکتیویتی وجود داره و توی سرمایهداری فرد و جمع یعنی کلکتیویتی و اتمیزاسیون فرد در مقابل همدیگه قرار میگیرند و بشر بشر گرفتار مشکلاتی میشه که تا همین امروز هم دست به گریبانشه و مارکس توی این کتاب به اونم اشاره میکنه یعنی خلاصه میخوام بگم که این کتاب نقد فلسفه حق هگل در واقع یه خلاصه ایه از تمام کارهایی که مارکس میخواد تو آینده انجام بده و تا حدود زیادی انجام میده یه مقدارش هم که نمیرسه مثلا همین قسمت نقد فلسفه نقد به فلسفه و نقد به دیالکتیک و نقد به فلسفه اسپکولاتیوش خیلی بیشتر الابوریت میکنه گسترشش میده توی دست نوشته های اقتصادی فلسفی اونجا مشخصا میره سراغ هگل و دونه دونه بررسی میکنه و مسئله رو باز میکنه همینطور نقد بیگانگی رو اقلا بیگانگی در عرصه کار بیگانگی از بیگانگی کارگر از محصول کارش بیگانگی کارگر از پروسه کارش یعنی از روند زندگیش بیگانگی انسان از انسان در قالب بیگانگی کارگر از سرمایدار و بقیه و بیگانگی انسان از ماهیت خودش که توانایی آفرینش یعنی تمام این چهار تا جنبه رو و بیگانگی انسان از طبیعت ببخشید 5 پنج جنبه توی اونجا تو دست نوشته ها توضیح میدم چه میدونم توی مسئله یهود مسئله دولت صرفا سیاسی که خاص دوران مدرنه رو بررسی میکنه و نشون میده که چرا این دولت صرفا سیاسی لازمه جامعه اتمیزه مدنی عرصه اقتصادی که توی اون افراد دشمن همدیگه هستن و همدیگه رو فقط به عنوان وسیله میبینن و هر کسی سعی میکنه از دیگری استفاده بکنه این قبیل مسائل رو توضیح میده که اون اون روی سکه دولتیه که ظاهرا مساوات طلب و سکولر رو همه رو به یه چشم نگاه میکنه و حکومت قانون و هیچ نوع تبعیضی رو برنمیتابه و همه چیزا رو یونیورسال، به دنبال یونیورسالیتشون هست و از این یعنی. حرف اینو تو مسئله یهود بررسی میکنه خلاصه میخوام بگم تمام مباحثی که الان اینجا ما بهشون یه اشاره میکنیم که توی نقد فلسفه حق هگل مارکس به طور موجز بررسی میکنه ما بعدا میبینیم که مارکس مفصلا میره تاپیک به تاپیک دنبالشون که ببینه چه جوری مثلا خود جامعه مدنی رو بعدا خب دیگه اون رو میدونیم که توی گروندریس و کاپیتال و نقد اقتصاد سیاسی و اینا خیلی مفصل بررسیشون میکنه حالا چرا این قضیه رو مارکس توی نقد به هگل میبینه چه ربطی داره مسئله با اینی که ما بیایم فلسفه هگل و به خصوص فلسفه حق هگل رو بررسی بکنیم من اینکه مارکس معتقده که هگل از یه طرف دقیقترین تصویر رو از جامعه سرمایهداری به خصوص نهادهای سیاسی و حقوقیش توی کتاب فلسفه حقش برای ما توضیح میده یعنی توضیح نمیده توصیف میکنه دقیق ترین تصویر رو از این جامعه ارائه میده یعنی وقتی هگل توی فلسفه حق میره که برای ما یه تصویری ارائه بده از خانواده از جامعه مدنی از قوه مقننه قوه مجریه قوه قضایی شاه و نهادایی که توی جامعه مدنی هستن اتحادی ها اصلاف غیر دقیقاً دقیقا توصیفی و داره از سرمایه داری که اگه شما میرفتین و میخواستین یه ابزرویشن دقیقی داشته باشین از طریق تحقیقات میدانی تصویر جامعه سرمایهداری رو به دست بدین بازم به خوبی اون چیزی که هگل گفته نمیشد یعنی توی فلسفه حقش هگل یه عکسی میگیره از این جامعه که اون عکس گویاس چونم به زبون فلسفی بیانش میکنه تو دیت تو جزئیات گم نمیشه اگرچه جزئیاتی که لازمه بش برخورد بشه رو به خوبی نشون خب این از طرف اه اون اهمیتی که فلسفه حق هیکل داره و باید بررسیش کرد منتها در این حال هگل فقط توصیف نمیکنه بلکه توجیه میکنه وضع موجودو. یعنی هگل سعی میکنه سرمایهداری رو توجیه کنه و برسه به این نتیجه یعنی یعنی اون اون تصویر ایدئالی که اون تصویر ایدئالیز شده ای که برجوازی از خودش داره و از جامعه ای که آفریده رو میذاره جای واقعیت یعنی در این حال که این توصیف و از خانواده و جامعه مدنی و رقابت و چه میدونم فرد و جمع و سابجکتویتی و ابجکتیویتی این حرفا رو میزنه اینا رو آیدیالایز میکنه ایدالیزه میکنه اینا رو اون صورتی جلوه میده که دلش میخواست می بودن نه اونطوری که هستن و مارکس با نقد هگل با نقد فلسفه حق هگل در واقع اون ایدئولوژی اون شعور کاذب اون تصویر ایدئالیزه شده ای که برجوازی از مناسبات سرمایه داری ارائه میده دار رو به نقد میکشه بنابراین برخوردش با هگل همونطور که برخوردش با بعدا با ریکاردو اسمیت با خیلی کسا با متفکرهایی که بوجرا هستن همینجوریه از یه طرف اپریشیت میکنه ارج مینه به کاری که کردن اون تصویری که ارائه دادن و دستاورداشون از یه طرف میخواد نشون بده به ما که اینا چطور تبدیل میشن به توجیهگر وضع موجود و سعی میکنن مناسبات موجود و ریشه دارای ریشه در ماهیت انسان بدونن و فکر کنن اینا باعث میشن که انسان به اون آرزوهایی که طی قرنها داشته برسه مثلا چی؟ مثلا به نظر هیگه آشتی فرد و جمع پارتیکلر و یونیورسال متناهی و نامتناهی که از اول تاریخ بشر حتی پیش از این که فلسفه به وجود بیاد تو اساتیر ما اینو میبینیم همیشه متفکرها دارن فکر میکنن که چطور میتونیم خودمون رو از بند تناهی از بند اسیر بودن در ق... در محدودیت های زمانی و مکانی آزاد کنیم و برسیم به اون بیکرانگی نامتناهی بودن که دیگه حد و مرزی نداره هی راه های مختلف براش پیدا کردم توی مذهب مثلا و ثیالاجی کلام اومدن گفتن که خدا اون نامتناهیه و هی راه های مختلف سعی کردن پیدا کنن که چطوری انسان میتونه به خدا برسه با اطاعت از خدا با مستحیل کردن خودش در خدا با دیدن خدا در درون خودش بالاخره یه راهی پیدا بکنه که خودش رو از این قید و بند آزاد کنه و بره به اونجایی که دیگه کرانه نداره به بیکرانگی برسه حالا هگر البته در پی سنت تفکر بورژوایی میخواد برای ما بگه که این امر در دنیای مدرن سرمایه داری از طریق دولت صرفا سیاسی و حقوق برابر و جامعه مدنی یعنی همون چیزی که بعدا مارکس بهش میگه اقتصادی اجتماعی از طریق این ابعاد میتونه در عین حال که فردیت خودشو داره به یونیورسالیتی بیکرانگی نامتناهی بودن به اجتماعیتی که در برگیرنده فردیتم هست برسه حالا چه جوری میتونه این کار انجام بده به نظر هگل اینه که ما اگه نگاه بکنیم به نهادا و مؤسساتی که توی دوران مدرن وجود دارن میبینیم که چطور پله به پله انسان موفق میشه خودش رو از قید و بندا قید و بندایی که اونو متناهی میکنن اون اسیر شرایط میکنن آزاد بکنه و دسترسی پیدا بکنه به اون بودی از هستی که دیگه نامتناهیه یونیورساله اسیر شرایط نیست اسیر زمان و مکان نیست میگه مثلا شما نگاه بکنید اگر ما به بپردازیم به خانواده خانواده چیه؟ خانواده جاییه که هنوز در اون فرد وجود نداره. خانواده از اعضا تشکیل شده ولی اعضا فرد نیستن. یعنی چی؟ یعنی اینی که وجود هر عضو خانواده در خدمت اطلاع و تحقق آمال و آرزوهای اعضای دیگه خانواده است هر کسی دنبال منافع خودش و رسیدن به آمال و آرزوهای خودش به زیان دیگری نیست در خانواده پدر وظیفش اینه که معاش خانواده رو تعمین بکنه و از این قبیل کارا مادر پرورش و رشد بچه ها رو به عهده داره بچه ها با عشق و محبتی که به پدر مادر دارن و اطاعتی که از اونا میکنن سعی میکنن هم وجود خودشون رو اطلاع بدن برسن به مرحله ای که بتونن زندگی مستقلی پیدا بکنن هم محیط گرم و پرمحبتی برای بقیه اعضای خانواده ایجاد میکنن خلاصه اعضای خانواده در رابطه با همه که وجود دارن متمرکز روی خودشون نیستن سلف سنتر نیستن بنابراین خانواده اون واحدیه که مورد بررسیه. نه اعضای خانواده. اعضای خانواده به عنوان جزی از این مجموعه در نظر گرفته میشه. این نوع با هم بودن و این نوع رابطه فرد و جمع رو هگل اسمشون میذاره یونیورسالیتی انتظایی. یعنی جهان شمول هست ولی به صورت انتظایی پارتیکولاریتی وجود نداره توی این نهاد یعنی هیچ کنون از افراد نمیتونن صرفا خواست خودشون رو دنبال بکنن حتما باید گره خورده باشه به آمال و آرزوها و خواستهای دیگران یعنی دیگر اعضای خانواده در اثر این تلاش جمعی و این کمک متقابل و همدلی متقابل اعضای خانواده یعنی بچه ها به یه جایی میرسن که دیگه تمام اون ارزش های لازم رو و توانایی‌های های لازم رو به دست آوردن و درونی کردن و حالا میتونن برن دنبال زندگی مستقل خودشون اینجاست که در واقع نهاد خانواده به معنای فلسفی کلمه از هم می پاشه نه اینکه خانواده از هم می باشه بلکه مفهوم خانواده خانواده به عنوان یه نهادی که تا جایی عمل میکنه که هنوز فردیت به وجود نیومده بنابراین از دل خانواده جامعه مدنی در میاد یعنی جامعه ای که تشکیل شده نه از اعضا بلکه از افراد اونم افرادی که ضد هم دیگه هستن اتمیزهس جامعه مدنی یعنی جامعه ای که هر کسی دنبال منافع خودشه و پروای دیگری رو نداره مگر به عنوان یه وسیله ای بازم برای تحقق منافع خودش پس توی جامعه مدنی برخلاف خانواده که هر کسی قایتش این بود که ببینه دیگری رو خواستاش و چجوری قابل تحقق بکنه توی جامعه مدنی هر کسی دنبال اینه که ببینه چجوری میتونه از دیگری استفاده کنه که خواست خودش رو تحقق بده اینه که جامعه مدنی جامعه ضد اجتماعی غیر اجتماعیه حالا کانت میگو غیر اجتماعی ولی در واقع به نظر من باید گفت ضد اجتماعی انتای سوشال که همه در جنگ با همه هستن اینو اسمشو میذاره هگل فردیت انتظایی این نوعی از سابجکتیویتیه که با مدرنیته به وجود میاد و کلا به عنوان سابجکتیویتی شناخته میشه ولی این سابجکتیویتیه که فقط مال این دورانه اینو من دارم میگم و هگل نمیگه هگل میگه این اصل سابجکتیویتیه پس ما از یه دنیایی که درش سابجکتیویتی وجود نداشت پارتیکولاریتی جایی نداشت و همه چی در گروه یک نوع یونیورسالیتی انتظایی بود که بهش میگفتیم خانواده در میایم وارد یه دنیایی میشیم که فقط پارتیکلاریتی وجود داره فقط سابجکتیویتی به معنای فردیت اتمیزه وجود داره هر آدمی آزاده به این معنی آزاده که از دیگران به مسابه وسیله برای رسیدن به اهداف خودش استفاده بکنه دیگران هم آزادن که از این آدم به عنوان وسیله برای رسیدن به اهداف خودشون استفاده بکنه لغو آزادی در این دنیا در جامعه مدنی یعنی لغو امکان استفاده از دیگران پس شما وقتی آزادید مختل میشه و حق داری اعتراض کنی که به تو گفتن آقا تو حق نداری از دیگران استفاده کنی حق نداری فقط دنبال منافع خودت باشی حق نداری پاتو بذاری رو سر دیگران بری جلو بر اینکه به نفعت اگر اینا رو بهت گفتن دارن آزادی تو میگیرن خب این جامعه مدنی جامعه مدنی گفتیم به معنای پارتیکولر وقتی هم هگل میگه پارتیکولر منظورش اینه اه. یعنی رفقا حواظشون هست که من وقتی گفتم که هگل در عین حال که یه توصیف دقیقی از جامعه سرمایه داری مدرن میکنه توجیه اون هم هست همینجا یه نمونه خیلی خوب بشه یعنی وقتی میگه پارتیکولر به نظرش نمیاد انواع مختلف پارتیکولاریتی میتونه وجود داشته باشه و الزامن به معنای سو استفاده از دیگران و زندگی در یه جامعه یه اتمیزه یه پر رقابت و دشمن خویی نیست آدم میتونه جور دیگه پارتیکلر باشه اون نو پارتیکلریته الزامن نافی قایت دونستن آدمای دیگه نیست شما میتونی یه شاعر خیلی برجسته ای باشی خیلی پارتیکلری ولی به معنی این نیست که از دیگران داری استفاده میکنی ابعاد وجود خودتو به یه صورت خاص پارتیکلر تحقق میبخشی هیچ آدم دیگه ای رو هم مورد سو استفاده قرار نمی‌دی. شما میتونی به صورت یه پارتیکلر عاشق یه آدم دیگه باشی بازم هیچ آدم دیگه ای رو مورد سو استفاده قرار نمیدی داری یه دنیای عمیقی رو با کس دیگه ای سهیم میشی شیر میکنی ولی این نو پارتیکولاریتی به معنی سوء استفاده از دیگران نیست همینطور یه انقلابی یه کارگر یه روشنفکر یه زن همه اونایی که به صورت پارتیکولر در خدمت یعنی در عین حال که خودشون رو تحقق میدن در خدمت تحقق دیگران قرار میگیره این هیچ کدومش معنیش این نمیشه که اگر شما میخوای اصل پارتیکولاریتی رو احترام بذاری پس باید دیگه اجتماعیت و یونیورسالیتی و مردم و دیگر رو بذاری کنار ولی برای هگل این جوریه چون که در این حال که داره توصیف میکنه این نوع خاص زندگی اجتماعی رو که سرمایه داری باشه سرمایه داری مدرن در عین حال فکر میکنه که این یعنی بشر بودن بشریتی که بالاخره خودش رو تحقق داده تازه بشرم نه اون ایده رشنال که پیکرمند شده و توی جامعه داره خودش رو به صورت نهادها و روابط نشون میده بنابراین یه چیز یونیورسالیه تو ذات هستیه نه اینی که یه نوع خاصی از بودنه که خیلی هم پروبلماتیک خیلی هم مشکل ایجاد می خب پس گفتیم یه نوع یونیورسالیتی یه نوع عدم تعین یه نوع بیکرانگی یه نوع نامتناهی بودن وجود داره که دیگه جایی برای پارتیکولریتی و فردیت و سابجکتیویتی و این چیزا نداره اون خانواده است از دل خانواده به دلیل اینی که فرد به یه جایی میرسه یعنی ببخشید عضو خانواده به یه جایی میرسه که دیگه امکان داره که بتونه فرد بشه اون موقع از دل خانواده جامعه مدنی میاد بیرون که در اثر تضادهای خانواده در واقع خانواده رو میپاشونه و جاشو اجازه میده که جامعه مدنی بگیره که جامعه مدنی درست برعکس خانواده عرصه تناهی عرصه کرانمند بودن عرصه متناهی بودن و محدود بودن و در قید زمان و مکان و شرایط گرفتار بودن و هر فردی سعی میکنه که با استفاده از دیگران تا جایی که میتونه خودشو از این قید و بندا آزاد بکنه و از دیگران هم میخواد که شرایطی فراهم بکنن که همه بتونن توی این جنگل شرکت کنن و تو سرکله هم دیگه بزنن و بتونن به صورت اینسترومنتال ابزاری به خواستاشون برسن چون قایتی که میخوان قایت نامتناهی نیست بازم همون قایت متناهیه یه چیزایی میخوان که با یه ابزاری بهش میشه رسید هر کی هم سعی میکنه بهترین ابزار رو پیدا بکنه که به اونجا برسه خب پس عرصه جامعه مدنی شد عرصه رقابت و عرصه سوء استفاده و عرصه دشمنخویی انسان با انسان و فقدان قایت در واقع هیچ قایتی وجود نداره همه چی هدف وسیل است توی جامعه مدن منتها هگل میگه که دوباره میریم سر توجی هگل میگه که توی همین قضیه رقابت خویی اینسترومنتال ریزن منطق ابزاری خردابزاری و توی همین عرصه در عین حال به یه نوعی قایت دونستن آدمای دیگه هم نهفته است چرا چون خود اینی که تو مثلا یه جنسی داری میخوای به یکی دیگه بفروشی یعنی میخوای خواست اون در نظر بگیری که بتونه خریدار تو بشه دیگه پس اون به یه معنی میشه قایت تو با اینی که تو توی دنیای آگاهت برای این تولید نکردی که خواستا و آرزوها و تمنیات قلبی اونو ارضا کرده باشی ولی خب برای اینی که به خواست خودت برسی مجبوری این کارو بکنی بنابراین ناخداگاه تو داری اونو به عنوان قایت در نظر میگی بنابراین میگه تو دل جامعه مدنی هم یه همچین چیزی هست یعنی تو دل جامعه مدنی هم یه تضادی وجود داره که با وجود این که هر کسی دنبال منافع خودشه و اهداف خودش رو دنبال میکنه و از دیگران به عنوان وسیله استفاده میکنه زیر این قضیه در نظر گرفتن دیگران به عنوان قایت هم نخفته است اون تا به صورت ناخدا و هگل معتقده که این جریان باید یواش یواش از حالت ناخداگاه دراد و آگاهانه و راسیونل بشه و این چطوری صورت میگیره باز دوباره توی جامعه مدرن سرمایه داری. از طریق نهادها و مؤسساتی که وظیفه وساطت بین فرد و جمع رو به عهده دارن بین پارتیکولار و یونیورسال رو به عهده دارن اون نهادها چیان؟ نهادهای سنفی مثلا اتحادیه‌ها، ها احزاب گروه ها نمیدونم انجمن ها انجمن های فرهنگی انجمن های غیر فرنگی ولی به خصوص هگل تکیهش روی اصنافه و معتقدی که در اتحادیه‌های های سنفی به یه نوعی از به اصطلاح تند و تیزی فردگرایی اتمیزه جامعه مدنی پاسته میشه بدون اینی که دیگه کاملا جنبه جمعگرا پیدا کرده باشه و اصلا فرد جایی نداشته باشه مثلا اتحادیه کفاشا مدافع منافع یکیه یک کفاشا در مقابل کفاشای دیگه نیست یعنی به این معنی به اون حد اتمیزه نیست و پارتیکولاریته اینقدر برش حاکم نیست از سنف کفاشا دفاع میکنه و منافع سنف کفاشا رو در نظر میگیره در مقابل اصناف دیگه خیاتا و مثلا زرگرا و اینا بنابراین یه حدی از کلکتیویتی یه حدی از یونیورسالیتی وجود داره یه حدی از اندیویجوالیتی و پارتیکولریت این دوتا با همدیگه ترکیب شده و این نهاد یعنی اتحادیه سنفی به عنوانه یکی از نهادهای واسطه بین پارتیکولر و یونیورسال فرد و جمع عمل میکنه همینجور اتحادی های دیگه بعد هم به همین ترتیب ما مجلس اصنافو رو داریم که هگل اسمشو میذاره استیت استیت با ای ای داره اولش یعنی مجلس اصناف که این مجلس برخلاف پارلمانی که توی بیشتر جوامع بورژوایی مورد قبول هستن مبتنی بر حق رأی عمومی نیست چون هگل اینو اعتقاد نداشت هگل میگفت دولت مظهر عمومیت و یونیورسالیتی و نامتناهیه و, و افراد مظهر پارتیکولاریتی و فردیت و اتمیزاسیون هستن بنابراین امکان نداره که اون آدمایی که تجسم اصل پارتیکولر هستن بشن انتخاب کننده کسایی که اصل یونیورسال رو دارن تحقیم میبخشن این بیمعنی هر یه آدم توانایی اینو نداره که بیاد تبدیل بشه به سازنده نهادهای یونیورسال چون یونیورسالیتی هنوز در ید اون نیست در, در محدوده توانایی ها و استعدادهای اون آدم نیست آدم به معنی فرد چون پارتیکلره بنابراین باید یه چیزی که یه مقداری بیشتر یونیورسالیتی رو در بطن خودش داره اون میتونه انتخاب کننده نهادهای سیاسی باشه و اون میشه امین اصناف اتحادی های سنفی اتحادی های سنفی یه سری نماینده انتخاب میکنن که نماینده ها یه سری نماینده دیگه انتخاب میکنن که بران و پارلمان رو تشکیل بدن بنابراین اینجا هگل سیستم نمایندگی رو بر دموکراسی مستقیم ترجیح میده و معتقده که دموکراسی مستقیم اصلا یه نقض قرضه یه تئوریه که اولش و آخرش با هم دیگه نمیخوره حتما نظام سیاسی باید مبتنی بر سیستم نمایندگی باشه نه بر دموکراسی مستقیم که آدما بتونن مستقیما در حیات اجتماعی شرکت بکنند بلکه به واسطه نهادهای میونجی میونجی آدما میتونن در زندگی اجتماعی سیاسی خودشون سهم داشته باشن پس میونجیگری و سیستم نمایندگی و سلب اختیار از انتخاب کننده ها در مقابل انتخاب شونده ها از اساس تئوری دولت و حقوقیه که هگل ازش دفاع میکنه که ما میدونیم اساس دولت و حقوق در دنیای مدرن سرمایه داریه و توی هر کدوم از حکومت ها حتی لیبرال دموکرات ترین حکومت هایی که ما میشناسیم دموکراسی مستقیم خیلی رول کمی داره یا اصلا نداره عمدتا سیستم نمایندگی و لیبرالیزم که با بعضی اصول دموکراتیک هم ترکیب شده ولی اصولا لیبرالیزم یعنی سیستم نمایندگی خب پس تا اینجا ما دیدیم که ما یه یونیورسالیتی انتظایی داریم که خانواده است که فرد توی اون جا نداره یعنی یه نوع اجتماعیتی که به فرد اجازه حضور نمیده یه نوع اجتماعیتی داریم که مال فرده و به گروه به جمع به اجتماع اجازه حضور نمیده اون جامعه مدنی که توی جامعه مدنی فقط پارتیکلر حاکمه توی خانواده فقط یونیورسال حاکمه و این دوتا ظاهرا تز و آنتی تز هم دیگه هست اینجا فقط فرده دنبال منافع خودشه اونجا فقط جمعه دنبال منافع جمعه اون به دلیل تضادای درونی خودش یعنی خانواده به دلیل تضادهای درونی خودش بالاخره میپاشه بر اینکه اعضا به یه درجه ای می میرسن که دیگه میخوان فرد باشن و اون اجتماعیت اون یونیورسالیتی انتظایی اجازه این کار نمیده در نتیجه باید دیوارهای این اجتماعیت این یونیورسالیتی انتظایی رو فرو بپاشن فرو بریزن و وارد جامعه مدنی شن جامعه مدنی اجازه میده که فرد تا نهایت درجه دنبال منافع خودش باشه و فقط پارتیکولر باشه و صرفا نگاه بکنه و اینکه چه جوری میتونه از هر کسی یا هر چیزی استفاده کنه برای اینکه به مقاصد خودش مقاصد ابزاری خودش برسه و اینجا اصل اصل پارتیکولریتیه اصل فردیت اجتماعیت جا نداره یونیورسالیتی جا نداره نامتناهی جا نداره همه چی در قید زمان و مکان و شرایطه همه چی ابزاریه هیچ چیزی قایت نیست اصلا هیچ قایتی وجود این جامعه یعنی جامعه مدنی که در واقع فاقد اجتماعیته در دل خودش نهادهایی رو میپرورونه که مقایر با این افروچ هستن مثل اتحادی های سنفی و انجمن ها و اینا و گفتیم حتی قبل از اتحادی های سنفی هم این قضیه که آدم های دیگه قایت هستن در بطن همون خرد ابزاری و سوء استفاده از اونا پنهانه یعنی هر آدمی برای اینی که بتونه به اهداف حتی شوم خودش برسه باید یه جوری آدم دیگر رو در نظر بگیره چون این جنسی که تولید میکنه این چیزی که میخواد بندازه یکی دیگه باید مورد قبول اون باشه اون آدمه باید اینو بخواد بنابراین خواست اون آدم باید در نظر بگیره پس اون آدمه میشه قایت اهداف خودخواهانه یعنی نقض قرض میشه از یه طرف این دنبال اهداف خودخواهانه خودشه ولی این خودخواهی خودش مبتنی بر در نظر گرفتن خواستای دیگریه یعنی قایت میشه اون و این تضاد بالاخره جامعه مدنی رو این دفعه از درون میپاشونه و ما وارد عرصه دولت میشیم که دولت چی کار میکنه بازم دارم مال هکلو رو میگم دولت میاد اصل پارتیکولریتی و اصل یونیورسالیته رو با هم ترکیب میکنه در دولت هم فرد به حد اعلای خواستا و آرزواش میرسه هم در این حال این فرد بر اینکه به خواستا و آرزوهای خودش برسه مجبور در چارچوب مناسبات قانونی و حقوقی و سیاسی عمل بکنه که اونا یونیورسالن بنابراین یونیورسالیته و پارتیکولریتی اجتماعیت و فردیت در وجود نهادهای سیاسی تب... چیز میشن اه... ترکیب میشن و یه سنتزی درست میشه که هر دو رو در برداره دیگه نه یونیورسالیتی انتظاییه نه پارتیکلریته انتظاییه یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه اه... هگل که وقتی شما به کارمندای دولتی به بوروکراسی نگاه میکنین میبینین که کارمند دولتی شغلش چیه؟ شغل یه چیزیه که مربوط به عرصه خصوصی پارتیکلره دیگه من یه کاری میکنم که نون در بیارم که کرای خونم رو بدم که غذا بگیرم که بچم رو کنم همه حرفا دیگه نه؟ پارتیکلره و در شغلم من پروای دیگری رو ندارم حواسم به کار خودمه من میخوام کارم خوب انجام بدم که حقوقم رو بگیرم حقوق منی ولی به نظر هیگل مثلا وقتی ما به بوروکراسی به عنوان یکی از نهادهای دولت صرفا سیاسی نگاه میکنیم میبینید توی بوروکراسی هر کارمندی شغلش یعنی وظیفه خصوصیش امر خصوصیش امر عمومیه یعنی چی؟ یعنی باید بپردازه به کارهای دیگران برای اینکه زندگیش بگذره پس این میشه یه طبقه یونیورسال البته خیلی پرت و پلوه دیگه هگله چون میخواد همه چی رو توجیح کنه یعنی میخواد بگه که بوروکراسی خیلی چیز خوبیه نه فقط چیز خوبیه بلکه دستاورد این جامعه مدرن سرمایه داریه. که یه عده آدم بر مبنای یه سری میارای عینی میرن امتحان میدن یه چیزی رو قبول میشن یه کوالیفیکیشنی پیدا میکنن که بر مبنای اون میتونن یه شغلی بگیرن که اون شغل اگرچه امور خصوصی اینا رو گذرانش امکان پذیر میکنه ولی در عین حال محتواش امر عمومیه یعنی اجتماعیت تبدیل میشه به امر خصوصی یه عده وسیله گذرون زندگی یه عده اجتماعیه خیلی چیز به نظر هیگر خیلی چیز جالبیه به نظر مارکس یه خیلی چیز کریهیه یعنی یکی از نشونه های از خود بیگانگی برای مارکس بروکراسیه که امر اجتماعی و انسانیت رو تبدیل میکنه به مایملک خصوصی یه عدی به امر خصوصی یه عدی و به نظر مارکس بعد میره توش توضیح میده حالا من فکر کردم این دفعه یه تصویر عمومی از کتاب خدمتون ارائه کنم و احتمالا تو هفته دیگه ببخشید دفعه دیگه که صحبت میکنیم بریم توی جزئیات با دقت ببینیم مارکس هر کنون از این بحثا رو چجوری الابوریت میکنه و توضیح میده یعنی که اگر این دفعه میبینید یه خورده تونتون داریم میگیم و از سرشون میگذریم برای اینه که یه تصویر کلی اول پیدا بکنیم که بدونیم مارکس میخواد چی بگه اصلا اولا چرا یقه هگل رو میگیره در ثانی هگل با داری چه رابطه ای داره و سالسا انتقاد مارکس به داری چی بعد وقت هی دونه دونه اینا رو اگه فرصت شد دقیقتر بررسی میکنیم زمنا من میخواستم اینو خیلی تکیه روش بذارم که به نظر من این کتاب بهترین کتاب مارکسه و خیلی هم سخته یعنی واقعا من خودم از دیشب تا حالا خوابم نبرده که با اینکه من مثلا سی و پنج سال پیش رفقای گروهمون و خود منم بودم که مقالاتی داریم راجع به این کتاب یعنی اقلا سی و پنج چل ساله داریم اینو میخونیم ولی که سخته برای اینکه این, این داره با خودش فکر میکنه مارکس با خودش داره حلاجی میکنه و در واقع راز دنیای مدرن و راز سرمایداری مدرن رو پیدا میکنه اینجا و تو این دیالوگی که با خودش داره دونه دونه داره نگاه میکنه به فهم کجاست که این قضیه تبدیل میشه به توجیه وضع موجود کجاست که یه دستاوردیه کجاست اصلا مدرن با سرمایداری فرق میکنه بی خودی نباید همه رو توی کاسه بذاریم بعد این مقولاتی که تا همین امروز متفکرهای بزرگ دنیا باش دست به گریبانن سابجکتیویتی اینتر آزادی ضرورت طبیعت رابطه انسان و طبیعت فلسفه خلاصه تمام بحثایی که مال مالکت خصوصی حقوق تمام اینا رو اینجا بررسی میکنه برای همین میخوام بگم اه... سوای ضعف خود من که بالاخره محدودیت خودمو دارم در فهم و ارائه مطلب مطلبم خیلی پیچیده است اینه که مجبوریم هی دوباره و دوباره بهش مراجعه کنیم خیلی هم به کارمون برای انقلاب میاد به نظر من تمام توهماتی که در مورد انقلاب و رفرم و سازش طبقاتی اینا هست اینجا از بین میبره بدون اینکه با با این کلمات باهاشون برخورد شده باشه و با الان میخواستم بگم که ما بازم این مطلب رو باز خواهیم کرد این نیست که این, این شد ارائه کتاب این در واقع یه تصویر کلی هست از اینی که این اصولا کتاب میخواد چی رو بگه و مارکس مقصودش از نوشتن این کتاب چیه بعد وقت یه خورده بیشتر بازش خواهیم خب گفتیم که چجوریه گفتیم که به نظر هگل اون نهادهایی که سنتز درست میکنن از پارتیکولریتی و یونیورسالیتی از فرد و جمع از آزادی و ضرورت از متناهی و نامتناهی اون نهادهایی که این کار را انجام میدن نهادهای سیاسی و حقوقی مدرنن دولته حالا دولت تو سطوح مختلفش یعنی قوه مقننه قوه مجریه قوه قضاییه که جزء قوه مجریه می‌ذراتش هگر. و بدشاه یا به هر حال اون فردی که در وطن خودش این دو تا لحظه دو تا مومنت پارتیکلار یونیورسال رو کنار هم میاره و انتگره میکنه حالا من این لغت رو که به کار میبرم این زبون هگل دیگه هگل سعی میکنه چیزها رو بی خودی قلوم بکنه البته هگل نه تمام ایدالیزم آلمانی اینجوریه این زبون فلسفه است فلسفه اسپکولاتیو پارتیکلر و یونیورسال و متناهی و نامتناهی و اینا اون میشه به زبون انسانیتری گفتش که با فرد و جمع و کلکتیویتیه که در برگیرنده ابعاد فردی و اجتماعی انسان یا نوع انسان به جای کلکتیو میتونیم بذاریم نوع انسان که در جنبه فردی و اجتماعی شه ولی خب یه کمی مجبوریم از زبون اونم استفاده کنیم یه کم خیلی کم ولی اقلا که وقتی که مراجعه میکنیم به خود تکست بفهمیم که کجا به کجا هی. یه نکته ای که من کم بهش پرداختم و فکر کنم خیلی مهمه یه چند دقیقه یه پنج شیش دقیقه فکر میکنم اجازه بدین اینم بگم میدونم وقتم دیگه تمام شده تقریبا ولی چند دقیقه هم اینم بگم که اقلا یه تصویر کلی از کتاب داشته باشیم کتاب در واقع همونجور که عرض کردم خدمتون باید تقسیمش کنیم به چند قسمت یکی بخشیه که امروز تو زبونه امروز بهش میگن متدولوژی نقد فلسفه است. دو دوم اون قسمتیه که میپردازه به فلسفه حق، فلسفه حق و هگل و از طریق هگل فلسفه حق به طور کلی و تئوری حقوق سیاسی، نقد تئوری حقوقی سیاسی. توی اون قسمتی که میپردازه به نقد فلسفه حق و نقد تئوری سیاسی و حقوقی همونطور که گفتیم میره از خانواده شروع میکنه میره دنبال جامعه مدنی و میره از جامعه مدنی به دولت و توی دولت سعی میکنه نشون بده تضادایی که دولت مدعی حل اونها هست و مدعی این تکره کردن ابعاد پارتیکولار و یونیورسال در اون نهادها هست چرا خودشون گرفتارن و اصلا نمیتونن به اون اهدافی که ادعا میکنن برسن مثلا میگه قوه مقننه یونیورسالیتی رو تحقق میبخشه چرا؟ چون قانون یعنی یونیورسال دیش قانونی ما نداریم که در مورد یه آدم به کار برده بشه یا پنج تا آدم به کار برده. باید یونیورسال باشه باید جهان شمول باشه قانون بنابراین قوه مقننه وظیفه حفظ بود جهان شمول زندگی رو به عهده داره قوه مجریه میاد این یونیورسالیته رو که تصویب شده به وسیله قوه مقننه به کار میگیره در موارد خاص یعنی کار قوه مجریه اپلیکیشن دستاوردهای قوه مقننه است و در رأس قوه مجریه ما شاهو داریم و بوروکراسی که چکار میکنن که احکام و قوانین رو به کار میبرن اپلای میکنن در مورد آدمای معین و در وجود شاه به خصوص که حالا زم... هگر چون نمیفهمیده شخصیت حقوقی یعنی چی فکر میکنه یه شخصیت حقیقی باید باشه یه آدم فیزیکی ولی خب میتونه یه آدم حقوقی باشه یعنی یه مؤسسه مسئول این قضیه به کار بردن اینها و ترکیب یونیورسال و پارتیکولر باشه ولی اون فکر میکنه در وجود شاهه که شاه دیگه تابع هیچ چیزی نیست هیچ قید و بندی نداره بلکه صرفا مهر تایید میذاره بر اون یونیورسالیتی که در موارد پارتیکولر میخواد به کار برده بشه حالا دفعه دیگه این, این بحث و بحث قسمت حقوقی سیاسی خیلی مفصل برخورد خواهیم کرد ولی حالا میخواستم اینجا این نکته رو اشاره کنم که مارکس انتقادش به هگل فقط در زمینه فلسفه حقوقی سیاسی نیست در خود زمینه فلسفی به معنای متافیزیک کلمه یعنی فلسفه اسپکولاتیو اسپکولاتیو به این معنی که مفاهیمیه که راجع به مفاهیم داره فکر میکنه نه مفاهیمی که راجع به جهان فکر خب وقت توی چیز توی نقد مارکس به هگل یه بود قضیه هم نقد به این برخورد فلسفیه یعنی مارکس میگه ب... هگل به عوض اینی که منطق خاص موضوع خاص رو بگیره برای اینی که به یه نتیجه ای برسه یه بحث منطقی داره که هیچ ربطی به هیچ موضوع خاصی نداره بعد اون بحث رو هر جا که دلش میخواد اپلای میکنه به یه موضوع خاص و اون نتیجه ای رو میگیره که هیچ ربطی به جریان نداره مثلا یه مفهومی داره از ارگانیزم ارگانیزم یه نوع وجوده که هر کدوم از اجزایش تمام اجزای دیگر رو در خودشون مستطر دارن این میشه تعریف ارگانیزم برخلاف و این برخورد میشه برخورد ارگانیک برخلاف مثلا برخورد مکانیکال که هر عنصر توی این برخورد مجزا از عنصر دیگه است میتونه تاثیر بذاره روی یکی میتونه نداره ولی این نیست که این اونو در بر میگیره بعد میاد اینا اپلای میکنه میگه تو درخت در واقع وقتی شما از برگ صحبت میکنین هم در خودش مستطر داره هم در خودش مستطر داره هم در خودش مستطر داره همه چی توی بطن هر کدوم از این اجزا نهفته است چون این یه ارگانیزمه خب مارکس میگه که ببین تو اول باید ثابت کنی که این یه ارگانیزمه تو نمیتونی اسیوم بکنی یعنی پیش فرضت نمیشه این باشه که این چیز ارگانیزمه خب چرا ارگانیزمه تو اومدی فرض کردی که کل هستی اجتماعی مدرن که در دولت مدرن خودش نشون میده یه ارگانیزمه بنابراین هر کدوم از نهادهای دولت در برگیرنده تمام نهادهای دیگه هستند در نتیجه تحقق اهداف دولتی در واقع تحقق اهداف فرد تو جامعه مدنی و اجتماعیت یونیورسال انتظایی تو خانواده هم هست چرا چون این یه ارگانیزمه خب از کجا فهمیدی که تو این ارگانیزمه چه استدلالی برای من آوردی که اول ثابت کنی که این ارگانیزمه و بعد بگه ارگانیزم لاجیکش اینه میگه اگه من بودم از این ور حرکت میکردم اول نگاه میکردم ببینم آیا این نهادا فلواقع در برگیرنده اون نهادام هم هستن اصل یونیورسالیتی که تو دولت حاکمه یا شاه که فردیته آیا در برگیرنده پارتیکلریته جامعه مدنی هم هست آیا در برگیرنده یونیورسالیتی و عشق خانواده هم هست یا نیست تو از کجا این نتیجه رو گرفتی به جایی که نتیجه از مقدمات بیاد مقدمات در واقع نتیجه رو در خودشون پنهان دارن و به نظر مارکس این روش برخورد غلطیه اینم از فورباخ یاد گرفته و میگم بهش میگه متد ترانسفورماتی. یا عوض کردن جای نهاد و گذاره که به نظر هگل اینجوریه خودمونم تو بچه های خودمون قدیم ترا با این جریان دیالکتیک همیشه این بازی میشد هر وقت گیر میافتادن میبینن دیگه نمیشه توضیح قضیه رو درست داد میگفتن این تضادا به یه هدتی رسیده که الان اینجوری بابا حالا بذار بیرین موضوع چیه از موضوع تحلیل نمیشد همیشه سر به زنگا موقعی که موقع راستروی یا موقع ضربه زدن به جنبش یا همکاری با طبقاتی بود که نباید باشون همکاری کنیم میگفتیم که این دیالکتیکه باید دیالکتیکی دید قضیه رو دو بچه شدید و فلان و تبدیل شده بود یه وسیلهی برای توجیه هر نوع سیاست غلط و هر نوع مشی که سازش طبقاتی رو تبلیغ میکنه و غیره و اصولا مارکس میگه فلسفه اینه باز اینم از فویرباخ گرفته مارکس میگه فلسفه در واقع بیان سکولر سیالاجی همونجور که توی دنیای ما قبل سرمایه داری هر چیزی که میشد شما نسبتش میدادی به مشیت الهی حتی اگه با عقلت سازش پذیر نبود میگفتی خب خدا خواستی یا خدا که بهتر از من میدونه بنابراین از قبل جواب داشتی و هر موقع یه چیزی مجبور بودی توجیهش بکنی فورا میرفتی سراغ مذهب و خدا و اینا از اون طریق توضیح میدادی توی دوران مدل عقل جای خدا رو میگیره و میخوای با عقل توضیح بدی منتها هگل عقل رو تبدیل میکنه به عقل دیالکتیکی عقل فلسفی در نتیجه فلسفه میشه توضیح دهنده اون چیزایی که غیر قابل توضیح هن غیر قابل توجیه و فلسفه اون کار رو میکنه که قدیم سیالاجی میکرد کلام میکرد و به همین دلیل مارکس انتقاد داره به فلسفه معتقد نیست که ما هم یه فلسفه جدیدی میخوایم درست کنیم البته مارکس فقط به فلسفه نیست که انتقاد داره و انتقادم که میگیم به این معنی یعنی یه سری نکات مثبت رو ازش میپذیره اونجاییش که توجیه وضع موجود توجیه استثمار و استبداد و سلطه هست رو به انتقاد میکشه در مورد فلسفه این کار انجام میده بعدا در مورد حقوق و سیاست این کار انجام میده بعدا در مورد تئوریهای اقتصادی انجام میده بر همین این غلطه که ما فکر کنیم مارکس ما اقتصاد مارکسیستی داریم حقوق مارکسیستی داریم فلسفه مارکسیستی داریم هیچ کدوم اینا رو نداریم ما نقد اقتصاد سیاسی داریم نقد حقوق داریم نقد سیاست داریم و نقد فلسفه از همه مهمتر این اتفاقی نیست که مارکس هیچ وقت یه کتابی ننوشته که فلسفه خودش رو توضیح بده چون اصلا فلسفه نداره قبول نداره که میشه فلسفه ای داشت معتقد هر موضوعی رو باید دقیقاً شکافت آنالیز کرد بررسی کرد و منطق اون موضوع رو از دل خودش کشید بیرون مثلا مارکس معتقدی که دیالکتیک زبان گویایی برای نشون دادن دنیای سرمایی داری یعنی شما مثلا مقوله تضاد رو که بگیریم میبینی اه تضاد چقدر خوب مناسبات سرمایی داری رو به تصویر میکشه نه اینکه روشیه که اینا رو بشناسی ها روشیه که اونا رو بیان کنی یعنی کار سرمایه است آزادی اسارته کالا هم شیعه هم انسانه کار مجرد کار مشخصه هر چیزی ضد خودشه و این زبان اون زبانیه که میتونه این این قضیه رو خوب توضیح بده خوب توصیف بکنه اما اگر برداشت اینو کردی و ابزاری برای تحقیق برای این که بتونه حقیقت رو بر شما آشکار بکنه این غلطی اون موقع از یه ابزاری داری استفاده میکنی برای رسیدن به یه چیزی که اصلا غیر ممکنش میکنه دیالکتیک یه چیزی که شما میخواین تحقیق بکنین و کمک نمیکنه تحقیقتون دقیق در بشه مثل زبون شعر میمونه شما به زبون شعر میتونین یه چیزی رو که اوردی میخواین بگین بهتر بیانش کنید نه اینکه شعر یه وسیله یه برای شناخت یه موضوعی یه, تحقیقی تحقیق میخواین بکنین میگین من از طریق شعر تحقیق میکنم نه دیالکتیک هم, هم اینجوریه فلسفه به طور کلی این جوریه. فلسفه میتونه بیان بکنه یه چیزی رو نه اینه که به شما کمک بکنه که یه چیزی رو تحقیق کنید رو کشف کنید خیلی ممنون ببخشین یه چند دیر شد.